چون به آزادی نبوت هادی است مؤمنان را زنبیا آزادی است یک بار دیگه از سپاس می کنم از قشری که غیر از قلم و کامره نه تفنگ داره نه و نه وسیله دفاعی در مقابل هر نوع ظلم و تجاوز مبارزه میکنه تا سرحد شهادت و سربریدن ها ما جریان مختصر خدمت شما عرض میکنیم که ساعت شش و نیم وقتی که اخبار نشر به نشر رسیده بود از طرف لوی سارنوال با گزارشگر ما حیدری تلفن میشه و ایره تهدید میکنه که تو چرا تحریف در گزارش کردی جریان تحریف طوری است که طوری ادعا شده که گویا لوی سارنوال در جلسه شکایت از سیستم حقوقی داشتن نه در مجموع سیستم وقتی که ما رفتیم دوباره گزارش چک کردیم در دیده شد که نه چندین بار اونا از سیستم شکایت کرده بودن نمشخصا از سیستم حقوقی در وقت بود که نفر آمد در دروازه تلویزیون تلو افراد پلیس رسیده در جریان صحبت با اونا بودیم که شما را کی آورده چطور آمده گفتن که ما هدایت شفایی لوی سارنوال را داریم ما برشان گفتم که هدایت شفایی ایجا پیش ما ملاک و مدار, نیست، مدار اعتبار نیست اگر کدام کاغذ داره کاغذ سفید خواستند نموش جای به جای خط‌کشی کردند سلام تیار کردند که گویا ما مسئولین عوضه هستیم و صلاحیت داریم این لباس یونفرم موترهایشان پشت دروازه بود این هم برای شما مدار اعتبار نیست ما بعد از اینکه کاغذشون گرفتیم خواهش کردیم از اینا که فردا ساعت 8 بجه کسی که شما ادعا داره به دروازه اوزه ده بدون تاخیر رسانیده میشه این در حالتی بود که لحظه به لحظه زنگای متعدد میومد که اگر اینا افراد مورد نظر به شما میتن خوب نمیتن داخل تلویزیون شوی دمی جربس بودیم که شما رو دیگه از ژورنالیستا که مشخصا چهار نفر از ای پی هم در موجه آمده بود که کسی به نام عامر اوزه ده با چند موتر به تقویه افراد ابتدایی پلیس کجا آمده بود آمدند که در, در پیش روی تلویزیون تلو بجز جز از چهار نفر از ای پی و سه نفر از تلو دیگه افراد مکمل از پلیس بود هر آن غیر نظامی را که اینا دیدن جبران و حتی توهین اهانت کرده در مترا بالا کردن و بردن به دفتر آقای لوی سارنوال در دفتر لوی سارنوال خودش اخبار تماشا میکرد سه نفر از مرستیال از سه نفر از معونین ازی آمدن و دلایل بسیار دلایل بسیار غیر منطقی از جمله ای که یکیش میگفت که مده گزارش بودم سارنوال صاحب یک ساعت گب زده بود شما چرا یک دقیقه زیر نشر کردی؟ و به همین ترتیب دعای دیگه که بعد از یک و نیم ساعت استهزاری از ما گرفتن که گویا از شما چیزی گم شده آماده شفاخانه رفتن هست یا نیست ما جواب منفی برشان دادیم که چیزی از ما گم نشده و ما به این هدفگار نیستیم که به شفاخانه بریم در این وقت بود که قماندان امنیه کابل و تعداد دیگه از مسئولین وزارت داخله آمدن پیامی رو بر از اونا آوردن که باید این مردم شما رها بکنه که وا چنین کردن ما میخوایم یک نقطه خدمت شما عرض بکنم که هم رسانه ها است و هم در پیش روی خانه ملت هستیم سوال ایج است که در قانون اساسی افغانستان ماده 134 وظیفه کشف صلاحیت پلیس است تحقیق و تعقیب عدلی صلاحیت سارنوال هرگاه سارنوال خودش احساساتش بالای عقلش غلبه بکنه جرم متق... مرتکب شوه جرم مشهوده تخلف از قانون بکنه سلسله مراتب در نظر نگیره توهین تحقیر بکنه مردم از کی باید پرسان بکنه سه را وجود داره یک رئیس جمهور باید کمیسیون تعیین بکنه که خلاف قانون اساسی است رای دوم باید متخلفین عزل شوند و اقامه دعوی چون وقتی که قانون اساسی صلاحیت تحقیق را به لوی والی داده بنا از اینا کی تحقیق بکنه در قانون هیچ جای روشن نیست پس ده این صورت لویساران وال باید عزل شود تا ای بتانه که دعوا علیه علی از اونا اقامه شود ما در اصل قضایی یک چیز داریم به نام رد قاضی هرگاه دیده میشه که یک قاضی ارتباط داره به یکی از طرفین دعوا یا مدعی یا مدعا علیه او میتونه که رد زیر تقاضا بکنه که خشای از او است اما وقتی که قاضی خودش محکوم میشه و ازل میشه تا بتونه که با یک شخص عادی تبدیل شوه و علیه از او دعوا صورت بگیره وقتی که سارنوال جرم را مرتکب میشوه اوامر خلاف قانون صادر میکنه یک بار نه چندین بار و جرمش مشهود است به بین المللی کامره کامره جورنالیست خارجی را تا مشکنانه تعرض میکنه حمله میکنه از این کی باید پرسان بکنه یک را وجود داره پس خود سارنوالی بنا تقاضای ما است که اگر دولت افغانستان واقعا پایبند به امور تعهدات خود هستند که گویا تا سال 2000 چند حاکمیت قانون را تطبیق میکنند